چقدر گفتگوهای درونی ما در شرایط سخت قادرند که ما رو دچار تعادل کنن هرچی که پیش میاد تکانشی عمل میکنیم دوست داریم فریاد بزنیم بلنشیم و یه اقدامی انجام بدیم این یعنی مغز خزنده فعال شده مغزی که میگه باید کاری کنی و هر جور شده ناراحتیت رو بیرون بریزی و خبر نداریم که این ناراحتی که اینجوری سرازیر میشه به تدریج مشکلات بعدی رو برامون رقم میزنه مشکلاتی که حالا حل کردنش خیلی هم ساده نیست چون یه دفعه با چند تا مسئله روبرو میشیم از جمله این که خودباوریمون اینجوری شکل میگیره که من دست خودم نیست من این مدلیم من هیجانیم من ناراحت میشم شاید بدترین چیزی که ما رو تو تله میندازه که یک جایی نتونیم عاقلانه رفتار کنیم اینه که ما به خودمون درباره خودمون ظلم میکنیم پیام هایی رو به خودمون میدیم که باورشون میکنیم اگه متوجه بشید که این شیوه ناکارآمد و مزر بوده باید تصمیم بگیرید تغییر کنید و بگید تمایل دارم تغییر کنم تلاش میکنم یاد بگیرم الگوهای صحیح فکر کردن رو و بعد تمرین میکنم به خودم فرصت میدم و میدونم که میتونم یاد بگیرم که اگه مسئله در زندگیم پیش اومد که قطعا پیش میاد تا روزی که زنده این مسئله با ما هست اصلا فکر نکنید شما میتونید از مسائل زندگی فرار کنید جنس مشکلات شکل مشکلات عوض میشه ولی همواره در مورد زندگی باید بگم یک چیز قطعی وجود داره و اون اینه که ما مدام با موانعی سر راهمون روبرو میشیم که از این چیزی که هستیم بزرگتر و توانمندتر بشیم پس هرگاه سختی وجود داره یعنی وقتشه که سازی انجام بدیم